آخرین صحبت‌های شروین حاجی پور قبل از رفتنش به زندان با ما همراه باشید. این صحبت‌ها رو در مورد جزئیات زندان رفتن ایشون و حکم و میزان حبسی که براش بریدن می‌شنویم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه. شروین حاجی پور خواننده آهنگ برای دقایقی پیش توی اینستاگرامش یه ویدیو از خودش منتشر کرد و از عملی شدن حکم بازداشتش و گذروندن حبس 3 سالش صحبت کرد و گفتش که من باید تا چند روز دیگه خودم رو به زندان معرفی بکنم که حبس 3 سالم شروع بشه. چند ماه پیش بودش که حکم نهایی دادگاه شروین اعلام شد و توی اون مشخص شد که اون مجموعاً به 3 سال و 8 ماه زندان به خاطر خوندن آهنگ برای متهم شده و همینطور حکمی رو هم برای ممنوع خروجی صادر کردن. احکام دیگه هم از جمله خلال سنویسی 2 کتاب درباره زن در اسلام و ساخت موسیقی در مورد جنایات آمریکا هم از دیگر احکامی بودش که برای شروین توی این دادگاه صادر شده بود. ولی خب شروین دقایقی پیش با انتشار ویدیویی گفتش که قراره که تا چند روز دیگه 3 سال حبسش شروع بشه و در اقدامی عجیب حکم ممنوع خروجی اون رو هم برداشتن. اون گفتش که اگه مسئولین از این اقدامشون قصد و نیتی دارن یا هدفشون اینه که من رو هم مثل خیلی از خواننده های دیگه از کشور فراری بدن که تو این چند روز باقی مونده از کشور فرار بکنم و دیگه برنگردم، من هیچ وقت این کار رو نمی کنم. قبلنم به آهنگام گفتم که ایران رو دوست دارم و میخوام که همینجا زندگی بکنم. از طرف دیگه خیلی از آدم ها هستن اینجا به من نیاز دارن، از جمله خانواده‌ام و به خصوص پدرم که مدتی هستش درگیر بیماریه. من نمیتونم خانواده و پدرم رو رها بکنم و فرار بکنم از کشور. البته که از این جایگاهیم که هستم و از این جور رفتاری که با من میشم اصلا راضی نیستم. دوست ندارم با من مثل متهم ها برخورد بشه. توی حکم من گفتن که من با آهنگ برای مردم رو تشویق میکردم به خشونت و اینکه اونها رو مجبور کردم به اینکه برن توی خیابون و آدمها رو بکشن. کجای آهنگ برای همچین مفهومی داشتش؟ من نمیدونم دیگه مسالمت آمیزتر از آهنگ برای هم مگه میشد که مردم بتونن اعتراض خودشون رو نشون بدن. شروین توی قسمت دیگه ای هم از صحبتاش گفتش که من برای این اتفاقی که افتاده کسی رو مقصر نمیدونم و دوستم ندارم که کسی خودش رو به خاطر من سرزنش بکنه یا مقصر بدونه. من میرم و مدت حبسم رو میگذرونم. بریم قسمت های از صحبت های شروین رو گوش بدیم. سلام رفقا، خیلی خیلی دلم براتون تنگ شده و خیلی دلم تنگ شده واسه اینکه دوباره بتونم قطعه‌ای که میسازم رو به گوشتون برسونم. خیلیاتون میدونین که دلیل اینکه حالا کم کار بودیم مدت حکمیه که توی دادگاه بدوی واسه من اومده، یعنی 3 سال و 8 ماه حبس به خاطر تولید قطعه برایه و ما امیدوار بودیم که توی دادگاه تجدید نظر این حکم شکسته شه، ولی این اتفاق نیفتاد متاسفانه و به من ابلاغ شده که بعد تا چند روز دیگه خودم رو به زندان معرفی کنم. البته ما داریم تلاش میکنیم یعنی برای اعاده دادرسی و حالا مراحل قانونی دیگه که میشه این اتفاق نیفته، اما واقعا برام سواله که چرا و چطوری دیگه من بعد اعتراض میکردم، چجوری من بعد نقد میکردم شرایط رو؟ مگه مسالمت آمیزتر و مدنی تر از برای اصلا میشه که نقد کرد؟ و اتهام من تحریک مردم برای کشتار و جنگ کدوم بنده این شه؟ کدوم مصرع شما رو تحریک میکنه که بری یه نفر دیگر رو بکشی واقعا؟ و اینکه توی حکم تجدید نظر اومده که ممنوع خروجی من برداشته شده. واقعیتش اگه منظوری دارین از این حکم 1% که امیدوارم نداشته باشین، بعد بگم از همین تیربون که من واقعا قرار نیست حالا ایران رو ترک کنم، چون که از طرفی خانواده‌ام به من نیاز داره. الان پدرم مدتیه که درگیره یه بیماریه و از طرفی هم من عاشق اینجام واقعا و دلم نمیخواد که برم بدون اینکه برگردم و تمام تلاشم میکنم که اینجا بمونم. از طرفی هم واقعا دلم نمیخواد برگردم اونجا، واقعا دلم نمیخواد برم اونجا.
از اینکه بام شبیه مجرم رفتار شد وقتی جرمی نکردم واقعا ناراحتم. از اینکه این 2 سال من نتونستم حتی یک کار بدم واقعا ناراحتم. میخواستم بگم که یه تیکه این خاکو واقعا حداقل بزنیم برام. من هیچ چیزی نمیخوام از شما. من واقعا انتظار ندارم. آهنگ برایه تقریبا در اواسط شهریور ماه سال 1401 بعد از مرگ مهسا امینی با قسمتی از توییت ها و پیام های مردم در اعتراض به وضع موجود سروده و اجرا شد. چروین در کمترین تایم ممکن آهنگش میلیونی شد و بازدید بیش از 40-50 میلیون رو در 1-2 روز تونست به دست بیاره. همین باعث شدش که حکومت نسبت به این خواننده که اون موقع خیلی هم مشهور نبود حساس بشه و در نهایت 7 مهر ماه سال 1401 اون رو به خاطر انتشار این آهنگ و ویدیوش بازداشت بکنن. البته چروین حدوداً 1 هفته بعد در 12 مهر ماه به قید وثیقه آزاد شد. ولی خب تو این 1 سال و نیمی که از انتشار آهنگ گذشته اون بارها توسط پلیس مورد بازجویی و حتی بازداشت‌های کوتاه مدت قرار گرفت. ولی خب در نهایت دادگاه اون رو به خاطر انتشار این آهنگ محکوم کرد. حکمی که برای چروین برده بودن تبلیغ علیه نظام و اغوا و تحریک مردم به اختشاشات به قصد برهم زدن امنیت کشور که بابت اتهام اول به 8 ماه و برای اتهام دوم به 3 سال حبس تعزیری محکوم شد. سایر محکومیت‌های چروین هم شامل 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، خلاصه نویسی 2 کتاب درباره زن در اسلام، ساخت موسیقی در مورد جنایات آمریکا، جمع‌آوری موارد نقص حقوق بشر از سوی آمریکا، جمع‌آوری دستاوردهای انقلاب و شرکت در دوره مدیریت رفتار و دانش هنر بودش که چروین رو مجبور به انجامش کرد. خود چروین، وکیلش و خیلی از فعالان حقوقی مدعی بودن که این حکم ممکنه شکسته بشه و تغییر بکنه، ولی خب تو این ویدیویی که چروین چند ساعت پیش منتشر کرد حداقل این قضیه به اثبات نرسیده و مثل این که حبسش حداقل باید انجام بشه. ولی خب خود چروین توی ویدیوش گفته بود که حکم ممنوع خروجیش رو برداشتن. البته در مورد سایر حکم ها از جمله خلاصه نویسی کتاب زن در اسلام هم افراد مختلف واکنش های تندی رو داشتن. کتاب زن در اسلام نوشته مرتضی مطهری هستش که نوه ایشون نسبت به این حکم واکنش نشون داد و گفتش که من با کمال میل این خلاصه نویسی رو انجام میدم تا مسئولین حکومت و مسئولین قضایی بدونن که خلاصه نویسی از همچین کتابی نباید مجازات باشه. خب دوستان، حتما نظراتتون رو بر ما تو بخش کامنت ها راجع به این اتفاقی که برای چروین حاجی پور افتاده بنویسید. به نظرتون آیا چروین به زندان میره و آیا حکمش تغییر میکنه یا نه؟ حتما نظراتتون رو کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.